تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد که در حمله به مواضع نیروهای امنیتی پاکستان 77 نفر را از پای درآورده و 95 نفر دیگر را زخمی کرده است. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد تنها در ماه فوریه امسال 64 حمله به مواضع نیروهای امنیتی پاکستان انجام داده که طی آن 77 نفر کشته و 95 نفر مجروح شدند. تحریک طالبان پاکستان TTP اواخر روز جمعه 11 اسفند ماه در خبرنامه ای اعلام کرد که این حملات در دیره اسماعیل خان، وزیرستان جنوبی و شمالی، لاخی مروت، پیشاور، ملاکند، باجر، چمن، لویدر و برخی مناطق دیگر انجام شده است. TTP مدعی است که در این حملات خودروهای نظامی پاکستان را منهدم کرده و تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی را به غنیمت گرفته است. تا کنون دولت پاکستان آمار منتشر شده توسط TTP را تأیید نکرده است. پیش از این طالبان پاکستانی اعلام کرده بود که در سال 2023 مجموعاً 881 حمله در پاکستان انجام داده که بیش از 2193 سرباز پاکستانی را در آن کشته است. در پی افزایش ناامنی‌ها در پاکستان، اسلام آباد طالبان افغانستان را به همکاری با طالبان پاکستانی متهم کرد، ادعایی که از سوی طالبان افغانستان رد شده است. جان اچکزی وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان را متهم کرد که تروریست هایی را که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند تحویل نمی دهد و با پاکستان بازی دوگانه می کند. وی در گفتگو با رسانه ها مدعی شد که پاکستان اسناد دقیقی را به حکومت طالبان ارائه کرده و بارها درخواست تحویل عناصر تروریستی موجود در افغانستان را که حملاتی را در پاکستان انجام داده اند داده است، اما به گفته او حکومت طالبان تا کنون نسبت به این موضع بی تفاوت بوده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت درباره افغانستان که در آذر ماه سال جاری برگزار شد نیز گفت گروه های تروریستی به طور آشکار تحت حمایت حکومت طالبان هستند. منیر اکرم در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت حضور گروه های تروریستی در افغانستان تهدیدی جدی برای این کشور، منطقه و جهان است. وی در ادامه افزود در افغانستان به تحریک طالبان پاکستان TTP و گروه های وابسته به آن آزادی عمل داده شده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل نیز تأکید کرد تهدید TTP علیه پاکستان از خاک افغانستان جدی است و حملات این گروه به دلیل دستیافتن به سلاح‌های پیشرفته غربی پیچیده تر از گذشته انجام می شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در آذر ماه امسال گفت که پاکستان به انتظاری که از حکومت طالبان داشت دست نیافته است و این امر بسیار ناامید کننده است، چرا که طالبان برای خونسا کردن تهدید تحریک طالبان پاکستانی تضمین‌های خاصی داده بودند. مقام‌های پاکستان بارها گفتند که تحریک طالبان در افغانستان تحت کنترل طالبان پناه برده و در آنجا آموزش و در خاک پاکستان فعالیت‌های تروریستی انجام می‌دهد. در ماه‌های گذشته پاکستان هم حملاتی را علیه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان انجام داده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.